یا الله. سلام سلام، من بمیرم تو رو نبینم اینجوری تو بستر بیماری. داداش چه ربطی داره؟ دست به من نمیزنی. دست به من نمیزنی. از الان به بعد ما این ور خط، شما اون ور خط. میری پیش همون ننه بابای دکترت، بچه دکتر. باش باید باهم یه حرف. باشا به شهرام دروغ گفتین. به شهرام؟ شما گفتین یکی دیگه این ولی یکی دیگه بودین. بقیه هم که اومدم خونه شما دیگه شما رو دیدم که دیگه همه چی تموم شد دیگه. تموم شد؟ نه نه، دلم هم لرزید. با من ازدواج میکنید؟ آقا ما با هم فرق داریم. آره ما با هم دیگه فرق میکنیم. من شما رو نمیگم، من خانواده رو میگم. چرا نمیخوای بفهمی که ما نگرانیم؟ اگر اعتماد داشتیم میذاشیم اونجوری که دوست دارم زندگی کنم. اگر اعتماد داشتیم میذاشیم به اون کسی که دوستش دارم زندگی کنم. بابا برم کنی دست از سر من برداری. ماشان ماشان بچه خودت دیدیش از شهرام خلاص شده، باید برم نیشابور. محله رو گرفتم ازش. دهنه این رفیقا توشم. رفیق؟ تو رفیق بس ما گذاشتی؟ ورودت اینجا ممنوع ها. ببین چشم ازش بر ندار، قشنگ دنبالش کن. از این یارو پسره چه خبر؟ هواشو داشته باش. به به، پری خانم چی پخته برای اوساش؟ ببین چه کتلتی، انگشتت هم باش میخوری. جان نوش جان، بفرما سای سرم. خورستم نیستش. حالتون خوب نیست خان داداش؟ خوبم بابا. من براتون لقمه بگیرم؟ میل ندارم. بفرمایین. گفتم میل ندارم. نه داداش از این مدل لقمه دوست داره. هواپیما داره میاد، بره تو فرودگاه دهنشو باز. چه حرکتی داری انجام میدی؟ درست بشین سر سفره. گفتم میل ندارم. غذاتون رو بخورید شما. یه دونه رو به خاطر. گفتم خانم غذاتو بخور، من میل ندارم. شفی جان چی شده؟ قربونت برم. پری اذیتت کرده، حالشو بگیرم. چی کار داریم به کار من که اینجا نشستم بابا؟ تو کل زندگیم نذاشتم یه شب مش یعقوب سر بیشام زمین بذاره. پری خانم بابا هر چی شما میگین درست. سایه سرم اگه دوست نداریم برم برات یه چیز دیگه درست کنم. اون نمیخوره، ولش کنین دیگه، بزن شامونو بخوریم دیگه. خودش گشتش بشه میخوره. آره خودش گشتش بشه میخوره. چی بچه‌ایه؟ بچه جون تو اصلا عاطفه نداری، احساس نداری. چجوری تو دلت اومد با این قمری اینجوری رفتار کنی، دعوا کنی؟ قمری کیه؟ ماشال جان قمری اون کرکس هم بدتره. قمری چیه؟ آره اون کرکسه، ولی تو چی بچه او هستی جون خودت. تا این بچه نهید اینجا غذا بخوره من لب به غذاتو نمیزنم، اینو بفهمید. آقا اون فقط مونده منو بخوره. موشو جانش که بخوره. بابا بلند شو برو صداش کن، شر میشه. دورت بگردم یه شب دوره همه ما. واسه همه ننس، واسه ما زن بابا. حالا زشته. الان میاد دیگه. اون شما هم نمیخوری؟ بخوری دیگه. ماشار بیا بیرون، کارت دارم. ما نمیام. نمیاد. بیا بیرون، شام آماده است. بیل ندارم. بیا بیرون، اوسا کارت داره. جانم بابا جان وایسا بیای سر سفره شام. لوس بازی در ریه لغت میزنم بری بالای درخت ها. این رفتار شایسته؟ ببند دهنتو. لوس بازی ماره بچه ننهایه. ساکت بابا. اومدم. بیا بیا بابا. اوسا جان قمرید به لونه بازگشت. بیا جانم بابا جان. سلام. سلام علیکم. بیا شام بیا پیشم بیا. بابا این چرا این شکلیه؟ گریش دیگه چیه؟ چی شده؟ ماشا جان چه بغض میخوری بابا؟ نگرانی چی هستی؟ اصلم 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 ها بابا چی شده؟ اگه این لنده او رو اذیتش کرده بگو من سسونه دومیشو بگیرم از بونه بندازم بیرون. خوش میبینی چه جوری با من داره حرف میزنه؟ ببین نه من غریبم بازی در نهیر، اینجا جای چتر انداختن نیستا. یالا چت چیه داداش؟ ما ننه بابام یک کلو وایسیان میان نمیان خواستگاری.
خب آقا ماشال ننه باباتون پسرشون رو خوب میشناسن، حتما یه چیزی میدونن. دور و پلاس رو جمع میکنی میری یا من این حرف حالیم نیست. چی حالیم نیست؟ نشنفتی چی میگه؟ میگه ننه باباشو براش نمیرن خواستگاری. اجازه بدیم من الان حس ششم من بهم گفت ازتون سوال کنم ببینم آقای قمری عزیز دل اوسا چرا به در مادر شما نمیرن خواستگاری واسه تون؟ اجازه بدین، اجازه بدین. پری جان احساس نمی کنی این دیگه حس ششم نیست، حس کنجکاویه؟ دقیقا. حالا هرچی آقای قمری عزیز دل اوسا بفرمایین ببینم. نه اینکه چند بار اومدن نشده دیگه، فکر میکنن جدی نیه. یه دفعشم که جدی بود یه بند خدای گند زد به زندگی ما. الان میگم برو زن بگیر، زن تو بیا ما ببینیم فقط. خب حالا چیز ماشال جان قربون شکرت برم، الان تو نگران چی هستی؟ اصلم اصلم جان. آره اصلم. ها من خودم میام، من خودم همیشه میام با پدر مادرش صحبت میکنم، راضیشون میکنم، قربون شکرت برم. باشه بیا حالا دیگه، بیا دیگه اینجوری برای اذیت کن، بیا بشین شام بخور. بخت ما اگه بخت بود خونمون بالا درخت بود. شما رو که ده بار اومدم با تا اون کوه قاف بی خود قر میزنی. بیا باجه بیا. شما جناب اوسا اگه بلد بودین از این کارا باید برای بچه خودتون میکردین. برای اینکه ماشال جان قربونش برم ارازال و باش نبوده خانوم. میبینی چجوری با من داره حرف میزنه دیگه. بیا ماشال جان، بیا حرفی کسی گوش نکن. بیا بیا قربونش که میدم حسی هیچی ها نخود. بگی بشکی چی شده بابا؟ این رفتاری که اگه با این میکنی با من کرده بودیم الان دانشمند بودم. شما الانش هم دانشمندی بابا. یا همه خندیده چشو؟ چکار که؟ زده؟ کرده تو من؟ کلی همه قربونت برم حسین چیو نخور. همین با بابات مامانو صحبت میکنم، کادوی عروسی هم میدونی چیه، اتاق شرما برای درست میکنم، مرتب میکنم بدون کرایه. یک سال بگی بشین زندگی تو بکن، بچه دارم شدی شاید دو سال بگی بشین. بجا شرام چی په؟ چه میکنم ایش تو یک کارتون میپیچونم با طرف بزنم زیر پله ببینم حالا چی کار باید کرد. دیگه داری چونشو در میاری؟ مگه من کفترم اینجوری صحبت میکنی اوسا؟ کفترم هر دو بلند میشی میری ما هم دیگه نیشابور، دستو میذارم تو دست ننه بابا جلو پرستم اینجا جمع میکنی هری. بله منم میام. شما میه؟ آره بابا جان باید بیام. یه قصه هیچ یا نه یه لغمه رو بخور. بخور روی دو بزرگی روی کچگر رو بخور. اون لغمه منه. این مالی شما از خانم. بیه بخور. بیه اینه. شهرام زود برو واسه زن بگیر. نکن بابا بسته بابا بسته چی داره میکنی بعد چی شد آقا فری؟ فری تویی؟ نه دارم. فری رایگو؟ آره دارم. بخونش بار دارم! بایستم! بایستم! از سر بفهم آقا آره! درمانش رو آفتر بایستم! شما؟ مادر من نوکرتم، این همه بسار گذاشتی ما یه روز و نیم سفر داریم، نصف اینا برمیگرد. آژانس آمد.
نه خیر، بفرمایید شما آرایشتون رو بکنید. اینم برای توراییتونه، تنقلات و میوه و شیرینی و اینجور چیزا. بابا نمیخوایم اینا رو آخه. آقا برای من گذاشته بخورم. چیکار تو به زندگی زناشویی پدر مادر؟ من معذرت خودتو بکن بابا. نه شما برو عطرتو بزن. بیا بری. سلامت ان شاء الله. مادر صبر کنی، صبر کنی، از زیر قرآن ادا کنی. بیا قرآنو بگیرم که. بیا قرآنو بگیر. از زیر سایه قرآن رد شو برم. بذار من برم این بحث. مگه آژان سامر؟ نه نه من شما بمون نمیخواد بیای. خدا حافظ. مادر مواظب در پناه خدا خود زندگی باشی. زنگ بزن اینا بی خبر ما زارین یه روز و نیمه دیگه. مهربا جون قربونت برم. دست خدا بالای سرت، سرم به پدر مادرت سلام برسون. برو جلو، عشق این مادر بدبخت تو در نیار، درست میشه همه چی، نگران نباش. مادر، به خدا پناه ببر، امیدوار باش. بله آقای دکتر، کاری داشتی؟ چیزی جا گذاشتی؟ نه نه نه، کاری بکنم، کاری بکنم، کاری بکنم. ای، چی شده جادی؟ چرا برگشتی؟ فریدون دیشب نیومده خونه؟ فکر نکنم، اتفاقی افتاده؟ شما این ورا خوش اومدی. نگیری فریدون، فریدون دکتر، فریدون جان دکتر، من اینه آقا اینجا بودم فریدون را این ورا بیدشون نشده. فریدون آن رفت، کسی نیومده اینجا. اگه بفهمم به هم دروغ گفتی یه روزم نمیذارم اینجا باشه. حرف نباشه، حرف نباشه، میگم مهندس جلو پلاس همین امروز بندازه. چه باید دروغ بگم دکتر جون؟
دروغم کجا بود؟ از دیشب تا حالا ندیدیش؟ دیشب آره یه تو که پا اومد بارو بندلیش هم اینجا بود ولی با خوش نبرد. این پسر شهرام هم باش بود؟ شهرام جدا اومد ولی فرید تا شهرام رو دید قایم شد. برای چی؟ خب اینه دیگه رفیق هم دیگه، اینه صبح تا شب اینه سر گربه به هم میپرن دیگه. خب شماره شهرام رو داری؟ دارم بله. خب بده. آخه نمیتونم بدم که آخه شما رو مثل مسواک میمونه. مزخرف چرا میگی؟ بده. من که فرزند این سرزنده در یک شکنی شادن از پیشه خوش چینی تو را خیلی جدش جذابتن. آره شراب میبره میدی یه نوع سیپا بخوری ضعف رو بجون. فرزند این سرزنده شهرام شهرام میخوری چی؟ نه دست شما دارم. چرا؟ نه نمیخورم. بیا بخور. بیا بیا یه ذره میخور دیگه. نه نمیخورم. نمیخورم. میخورم پوش کنم برم کنم بچه از بده خانم بخشید بده بچه یه کره بخوره قابل نداره. من برای بیدم به این راننده بیدم یک کمی احتیاط کنه زیاد سرعت نرسون. الان بیدم دکتر جاها کسی نیست دنبالی کی میگردی؟ خدا برشه تو نکنه بهش خبر دادی گوشیش رو خارج از دست هست کرده ها؟ بجرف ایو چی گفتی؟ چیزی نگفتم آخه من فرصت کردم اصلا شمارشی بگیرم خیلی خوب شما بودم. خیلی خوب آدرسشو بده. آدرس کیو؟ شهرام دیگه. شهرام که من آدرسشو ندارم دکتر. فقط این بیژن رو دارم اونم قرار شده یه پنجشنبه جمعه دور هم بشینیم. خیلی خوب بیژن کیه؟ بیژن میشه خواستگار فکر کنم عمه یه خاله شهرامه. خیلی خوب بریم بجام بجام. چی آدم مردم داری این آسا بابا؟ پاتو جمع کن. پاتو جمع کن. حریم شخصی درست بشین. تو مگه آنتن داری تونتون داری می‌نویسی؟ نه میذارم جمع بره آنتن که بیاد یهو مره. بیژن آقا بیژن من نه با شما کار دارم نه با شهرام کار دارم نه با پدر جد شهرام کار دارم. من فقط دنبال پسرم میگردم. پسرم نیست میفهمی چی میگم؟ من آدرسی از شهرام نرم. و خالشو کجا دیده بود؟ یه دقیقه سب کن ببین این همین امروز صبح رو ماشین فریدون گذاشته بودم. نگاش کن اگه میخوای بیشتر. سلام آقا بیژن. سلام ننجون خونه هم بفرمای. نیاد بدون اینکه به پلیس خبر 2 میلیارد تومان. این مهم 2 میلیارد. تا شب حال روز منو میفهمی؟ بله من میفهمم ولی میدونی به شهرام ربطی نره. اینا رفیقن رفیقشه این داشی میمونن با هم دیگه. آقا فرض محال که محال نیست. هست فرض محال. یه دقیقه یه لحظه فکر کن که احتمال بده که این آقا شهرام ازش خبر داشته باشه. نمیگم خدایی نکرده اون دزدیده باشه نه شاید اصلا بازی پسرم باشه فریدون ولی من باید دلم قرص باشه. آقا من هرچی امروز زنگ زدم به تلفن شهرام به فریدون جفتشون در دسترس نیستن. تو رو خدا کمکم کن. زنم داره از بین میره. میفهمی؟ آره میفهمم.
اومدی رخ تازه کردی مهربان لافتوز، قد تو با قدم اندازه کردی مهربان لافتوز. آی مهربان جون، تو رو خدای کوکار درست ریز و قشنگ بزن، نه مثل اون دفعه درشت درشت و شل شل. عروس خانم، اون زمانی که شما به سیب زمینه میگفتید دیب دمینی، من داشتم لحاف و پتو میدوختم. ایک قربونش برم از کی تالقه زودرنج شدی؟ مگه نمیدونی من میدونی که عاشقت واقعه؟ رفته بود یه فنجون چای بیاری. آوردم دیگه. کجا جیم شده بودی؟ حالا دیگه 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 اه این دیگه کیه؟ میگم میخوای یکم جمع جور کنیم وقت مهمونی چیزی نباشه. حالا تو برو در واکن ببینیم کیه. آی مهربون لحاف، میگم من با دمپایی شما میرم، یه دقیقم پا تو کفش شما کنم، یه دقیقه است. برو. بله. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید میشه لطف کنید بگید آقا شهرام یه دقیقه بیاد دم در؟ نیستن، اومدم بگم کی کارشون داره. بگین بیاد دم در، من فقط یه سوال کوچولو ازش داشتم. وا آقا یه جوری رفتار میکنی انگار مثلا دارم دروغ میگم، انگار شهرام خونه است و من دروغکی میگم. نیست. نه 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 خدا نکنه، منظورم این نبود خانم. رفته مسافرت، صبح زود رفته. رفتن مسافرت؟ بله. پسر من همراهشون نبود؟ والا من نمیدونم پسر شما کیه، ایشون با پسر مهربان جون که سایه سر منه رفتن با آقا ماشال. پسر شما کی باشن؟ پسر من فریدونه. فریدون؟ ایوا خاک بر سرم، شما پدر آقا فریدونی، آقای دکتری. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش میکنم مهربان جون، مهربان جون آقای دکتر اومدن، خیلی خوش آمدید. پونه جان یه چایی میوه چیزی بردار بیار برای دکتر. پری من دیرم شده نمیتونم، به پروانه بگو. خیلی خوب بفرمایید، من خودم از شما پذیرایی میکنم. خواهش میکنم. خواهش خانم میکنم. محترم من واسه مهمونی که نیومدم، من اومدم دنبال پسرم. حال چقدر عصبانی حالین، پسر شما سراغش از ما میگیرین. ای بابا من باید از شما شکایت کنم دو کلم حرف بزنی؟ زبونم مو در آورد بس که پرسیدم پسرم کجاست. اتفاقی افتاده آقا؟ صدا تو بردی بالا؟ ایشون پدر آقا فریدونن، فکر میکنن بچه‌شون رو ما قایم کردیم. سلام بلدی؟ ببخشی این سلام کردن من رب پیدا میکنه بین که پسرم کجاست؟ ربطی پیدا میکنه به تربیتت؟ به دیاد ندادن به بزرگترت سلام کنی؟ ببخشید خانم. سلام علیکم. سلام آقای دکتر. دکتر؟ آقای دکتر من داشتم میمونم بیمارستان. چی شد؟ خانم معزز شما اینجا چه کار میکنی؟ خانم معزز اینجا خونمونه. ای 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 سب کن ببینم، شما هم فامیل این آقا شهرامی؟ خالشه دیگه. عمشه. این بود بقاله چه هم بشه هر دوشم آقای دو. من کاری ندارم کدومشین، پسر من کجاست؟ پسرشون کیه؟ پدر آقا فریدونه. فهمیدی حالا؟ ببخشید پروانه جون، دست در زن کنیم. با اجازه. خیلی خوش آمدیم. پری جون خدا نگهدار. بالاخره یکی میگه پسر من کجاست؟ چی بگیم والا؟ جان من، جان من، شد من یه بار مشتری داشته باشم این حیاتو نذارین رو سرتون؟ بله آقای محترم بفرمایین امرتون. پروانه جون ها، ایشون چیزن؟ چیزن اینا. بیژن، بیژن چیه؟ چیه چیه ایرونی؟ بیا جوشی میشم من. بیا شهرام بیداش میکنه، قصه نخو. بیا برو بابا. بند خدا این شانس بیاره این دفعه نلغزه. من فقط میخوام بدونم با آقا شهرام جایی رفتن، لاغل خیالم راحت باشه. اگه هم رفتن مسافرت که رفتن، من کاری بهشون ندارم. بله رفتن مسافرت. نه یعنی شهرامینا صبح رفتن مسافرت، من آقا فریدون رو نمیدونم باشون نبودن اصلا. خب شاید رفته باشه جای دیگه، ما چه میدونیم؟ خب کجا؟ من همینجوری میگم شاید جای دیگه باشه، ما چه میدونیم؟ دخترتون چی؟ دخترتون ازش خبر نداره؟ دخترتون هم نمیدونه؟ احترام خودتون رو نگه دارین دیگه، هرچی دلتون میخواد دارید میگین. دختر ما چه ربطی به پسر شما داره؟ والا یعنی شماها چیزی نمیدونی؟ نه ما نمیدونیم، شما برامون تعریف کن بدونیم. یعنی من باور کنم شما خبر ندارین که پسر من عاشق دختر شما شده، اومده توی خونه قشقرق بپا کرده، پاشه کرده توی یک کفش که الا و بلا من این دختر رو میخوام. چه
حرفا به حق چیزایی نشنیده. ای آجی نرو مامان، مامان خواهش میکنم، خواهش میکنم به من کمک کنید. چه شکار کنیم؟ براش جشن بگیریم؟ خانم پسر من گم شده. چه جوری بگم؟ دزدیدنش. یا عمر فضل دزدیدنش؟ آقا فریدون خودمو دزدیدنش. من فقط میخوام بدونم اون کجاست. شاید الان توی خطر باشه، احتیاج به کمک داشته باشه. آخه من با این مصیبت چی کار کنم؟ چه خاکی توی سرم بکنم؟ بله کجا؟ آنتن اومد. الو خاله پونه، نوکرتم از این برا. کیو؟ چی میگه؟ گم شده؟ گم شده که گم شده، به ما چه که گم شده؟ بچه هست مگه گم بشه؟ تو این همه مدت پیداش نبوده، چون دنبالش نبودن، نگران نبودن. الان الو الو آه بگو جان. آه خدا وکی دزدیدنش؟ کی؟ کجا؟ الو الو پونه کی؟ آقای راننده نگه دار. کی؟ نگه دار آقا. کجا؟ بچه بگی بشین. واسه چی نگه دار؟ آقا نگه دار اوستا بگو نگه داره. بگی بشین. فریدون بابا بگو نگه داره. فریدون چی؟ دستشون الو شهرام الو گرفتی؟ خیلی به هم ریخت بچه‌مون. آره خیلی. یه بدبخت بیچاره اومد بره یه مسافرت، ببین چه کوفته شد. بچه‌ش گم شده، تو داری راجع به شهرام دوباره حرف می‌زنی؟ شهرام پری حواسم باشه. من نمی‌تونم که به کسی دیگه. کجا؟ کجا پروانه خانم؟ شما کجا؟ به جای سینجین کردن بقیه سر تو زندگی خودت باشه. زشته. اینجا همه اعصابشون رو دادن که روی ما به ما اجاره‌شو می‌گیرن. شما فقط خوبی نه؟ دکتر بعد از این نزد آبروتو ببرم. چیزی لازم ندارین آقای دکتر. نه نه. خیلی متشکرم. بیشتر وقت نداریم. صبحونه دست شوی کاری داری سریع انجام بده. ببخشید الان میام خدمت. آقای راننده قربون شکر نمیدونم کجا سر من رفیق چی دیگه باید نگران باشید. تا مسافرای دست شوی برن ما اومدیم. بیا ما چه رفتار شایسته ای. خب این داره فیلم بازی میکنه. من حواسم بهش هست. بیا نگران نباش، من حواسم بهش هست. برو بگو یه دو تا چای بیارم. آخه تابلوه شما نگاه کن، من میخوام برات دک کنم. خب من به چی گفتم؟ چای نمیخواد. بیا آقا یه دو تا چای برام بیا. شماره بابات بگی. بابا سنگ زده ما که میدونم بابا بابای ما رضایت نمیده به خدا. سرم بابا حال روز این شهرها نمیبینی؟ بابا این فریدون رفیق تو هم بوده نبوده؟ فریدون رفیق مویه. فریدون دست ما شکاره بابا جان. اصلا برم برم مکعلیلیت نمیدونم بهشون. فقط بدبین نباش بگی بشین. بابا این شهرام هرچی هم آدم بدی باشه، بد کرده باشه، بچه منه، ذاتش به من رفته. بده بده این شماره بابا. اگه نرگس خانم شوهر بکنه چی؟ گفتم این شماره بابا چی؟ نرگس خانم شوهر بکنه همینا میان بابا. مگه باطل نیستم؟ بگیرین بده من این شماره شوهرتو بده. شوهره شماره بابا تو بگی. آخه مدنم رزت نمیتن بابا جان. بگی بفهم. چشم. سلام. سلام فرمان خانم. خوب هستی؟ من ماشین بابای فریدون دست ما هست. گفتی کار دارم، کارتو بگو. یه لحظه بیا پروان خانم. بیا 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 یه لحظه بیا بیا پروان خانم. میگم سخت بود ولی به عشق خودت شد ترک کردم. اگر
نگام بکنی میبینی که الان حالم خیلی خوبه. خدا رو شکر مبارکه. من فقط به امید شما این کار کردم، یعنی اگر شما نبودین اصلا نمیشد. از این به بعدم فقط از این به بعدی وجود نداره. میدونم الان وقت مناسبی نیست، گفتم تماس بگیرم بیایم بیرون با هم صحبت کنیم. هر وقتی که خودتون سلام میدون، هر وقت خودت بخوای، عجله ای نه، ولی هر وقت خودت بگی من بگم مامان بیاد خونه برای خواستگاری صحبت بکنیم. همه چی؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبه. خواستگاری؟ آره. مگه چرا انقدر تعجب کردی؟ خوب مگه من و تو پای هم دیگه وای نستادیم؟ منتظر یه همچین لحظه ای نبودیم با هم صحبت کنیم برای خود. این چیزی که داریم میگی واسه اون روزا بود، واسه خیلی قدیم، واسه اون وقتی که بیژن قوی بود. خب اگه تو بخوای بیژن قوی میشه، دوباره میشه همون بیژنی که تو میخواستی. میگی بیژن انقدر ضعیف بود که با اولین شکستی که تو زندگیش خورد رفت سراغ مواد مخدر. چه تضمینی وجود داره که تو زندگی مشترک که پر از پستی و بلندیه یه اتفاقی که بیفته یه تقی به توقی بخوره نری دوباره سراغ اون کوفتی؟ خیلی خوب گریه نکن، یعنی اعتماد نمیخوای بکنی به من؟ من تو بدبینانه ترین شکل ممکنم فکر نمیکردم بیژن انقدر ضعیف باشه. من میگم اگه تو بخوای ما با هم دیگه. ببین مایی وجود نداره، ما رو از کلت بیرون کن. من ترجیح میدم تا آخر زندگیم تک و تنها بمونم، نه کنار مرد ضعیفی مثل تو. اینم واسه تو پروانه. اگه خبری از فریدونم شد؟ نه خیر. رفیقم گرفتار شده، زنگ زدن به هم. باید پشتش وایسم دیگه. یکی اون گرفتار شده، یکی سرندیپیتی ده ساحل. با چی داری میگی تو این وسط؟ ما چیم؟ بله؟ ما کیم؟ یعنی چی؟ ما کیم؟ بله؟ ما چیم؟ زیگیل، آویزون، داغون. نخه ما یه حپاییم که تو رفیقت زندگیشو نابود کردین، الان ما میخواییم دکش کنیم. بابا از اینجا رفتی برو یه دکتر روانپزشک خودتو نشون بده، تو کم داری بابا. فکر ما خرم کجای الان فریدون؟ بذارم تبریک بهت میگم، مشتلوق بده، مبارکت باشه. جان ما رضایتت بابا. رضایت زنگ زدی به بابا؟ آره زنگ زدم به بابا. خدا پدرتو بیامرزه بابا، دیوونمون داره میکنه به خدایی. مبارک باشه. فقط رسیدی خونه چی هماهنگ میکنی میری حمیدون واسه خواستگاری دیگه؟ تمام بزرگی که دیدن شما رو ببوسم. اصلا این کارا احتیاج نیستش، فقط قول من بدی دختر خوشبخت میکنی. نرگس خانم دختر خوبیه، قول بدی. فقط ما نرم اونجا بابا میگه نه. نه بابا به من قول داد مطمئن باش. حرفه بابا جون من. بابا خیالت راحت باشه، برو صدا زن. جانم خیلی راحت نیست ولی میگم علی آقا. حسین داره صدا میزنه. شما هم اینو بردار برین با هم دیگه، کار اینو تموم کن، برگرد بیا. منم میمونم. میمونی پیش من؟ آره. چرا بابا من نوکرتم، به خدا راضی به زحمت نیستم. خیلی خب باشه بابا جان، شما میمونی؟ ما هم جسارتون تا بابا مطمئن نشم رضایت نمیتون بشه. برو بابا به من قول دن، کاری نکن زنگ بزنم به هم بزنم. حرفه. برو اومد آقا، برو. بزرگی کنی بابا جان. بابا این سوزن گیر کرده. بابا دیوونمون کرده دیگه، شما خبر نداری که. برو دیگه. برو. همینو میخواستی؟ برو دیگه. حالا منم کلافه کرده شهرم جان.
روسا خیلی حال دادی موندی ها. وظیفه است نوکرت هم. وظیفه چیه آقایی که بریم بریم چه ها که بودیم بریم 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 داداش یه لحظه یه لحظه یه لحظه ساک ساک چمدون چمدون من گفتم حواست کجا ببخش یادمون رفت سلام سلام شد معصومه خانم مادر سلام سلام حواست کجا بیژن جان چطوری مادر قربونت برم چی شده چیزی نشده مامان خوبه من یه مادرم ممکنه به هم دروغ بگی ولی چشمات به هم دروغ نمیگه لای من بمیرم چی شده قربونت برم چی شده مادر آب پاکی ریخ رو دستم گفت دیگه نمیخواد منو ببید حرف زنا با دلشون یکی نیست نگران نباش با چششون چی؟ چشاش داد میزد دیگه منو نمیخواد گفت دیگه نمیخواد منو ببین گفت دیگه به من اعتماد نداره البته راست میگفت من خودم هم دیگه به خودم اعتماد ندارم بابا این چه حرفیه میزنی مادر؟ به این زودی میخوای پا پس بکشی؟ میگی چی کار کنم؟ با کی بجنگم؟ چی بخوام ثابت کنم؟ تنها یادگاری که دستش بودم داد به خب این که علامت خوبی قربونت برم میتونست اینو بندازه دور ولی اینقدر برای تو ارزش قائل بوده که اینو پست داده فدات بشم اگه تو خودتو بسازی اگه سالم بشی اگه خوب بشی هم مطمئن باش اون میاد بلد نمی کنه. من میدونم دوستت داره آخه چطوری؟ تو خودت باید خودتو اصلاح کنی هیچکی نمیتونه برای هیچ کاری بکنه یادت بچه بودی گفتی پام درد میکنه گفتم داری قد میکشی حالا هم اگه میخوای سلامت بشی باید دردشم بکشی بهش فرصت بده قربونت برم بذار باورت کنه به خاطر وجود خودت به خاطر سلامتیت باید تلاش کنی باید زحمت بکشی هر چی زنگ میزنم به آقا فریدون میگه خاموشه مگه نمیخواستی بری بیمارستان دیرت شده بود باز این زنگ زدم گفتم جان بره امروز باز این میره مثل که بعد جوری گرفتار شدی پری تو که میدونی حس ششم پریوش خیلی قویه این کارا رو کرده که اینا زود به هول و ولا بیفتن بیان خواستگاری تو قول میدم که بچه بازیه نمیگه همه نگرانش میشن بچه بازیه قول میدم ببین اینا عادتشونه من این جوونا رو میشناسم این کارا رو میکنن که به نتیجه برسن این زنگ سایه سرمه زنگ میزنه بعد خیلی نزده این آدرس دکتر ایناس خب به شهرام بگو بره بهشون سر بزنه مادر پدر از نگرانی درشون بیاره خیلی پری فقط شهرام میتونه فریدون پیدا کنه میگم برات پیداش کنه دمت گرم الو آقا فریدون سلام کجا این شما بیا تو سلام سایه سرم سلام علیکم ببن درو خیر سرمون یه سفر می‌خواستیم بریم کوف کرد چی
شد؟ گفت بری به این آدرس. خیلی خدمت کرد. کجا؟ مگه نمیگی بابای فریدون گفت برم پیشش به این آدرس؟ خب خیلی خوب، ولی تنها نرو، آقات هم با خودت ببر. آگه بچه صغیر گیر آوردی، خودم پس کارم برمیام. برو آقا، برو به سلامت. بیا باش، برو تنهاش نذار. بابا مگه نشیدی چی گفت؟ میگه من صغیر نیستم، من کجا برم دنبالش؟ بچه صغیر شری دست خودش میده. بذار بره بابا. سلام. سلام خری، خوبی؟ بیمارستان میری؟ آره داداش. تو که گفتی نمیرم امروز. حالا تصمیم گرفتم برم. خدا به سلامت. چه دیوونه خونه است. من از دست خانواده تو دیوونه شدم. این دیوونت هم دوست داشتنی خانم. اینو بگی. چای حاضره. واسه شما همیشه چای حاضره سایه سر. برو. تو در نفس و جان منی، نیمه ی پنهان منی، در دلم آرام ندارم، من زخم نمگیر تو هم، عبرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم، عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم، شده